در این 8 سال برخی راه‌های غلط و پرهزینه ارائه شد که متاسفانه فشار اون بر مردم اومد. راه‌هایی که متاسفانه برخی از اونها نه تنها فشاری رو از مردم کم نکرد، بلکه فشارها رو مضاعف کرد. امروز مردم موضوعات مهم و اساسی رو براشون در زندگیشون مطرح هست. مسائلی مثل اشتغال، مثل گرانی، مثل تورم، مثل مسائل مهمی مثل اینکه چگونه میتوان تحریم ها رو بی اثر کرد، چگونه میشود بر اونها فائق اومد و بحث های مختلفی از این قبیل. در این عرصه باید پاسخ هایی که ارائه میشود پاسخ هایی بس معتبر باشد. نامزدهای مختلف محترم در کنار اینکه میگویند چه میخواهند بکنند و چه برنامه‌ای دارن، این رو باید به مردم ارائه کنن که فرجام این برنامه‌ها چه خواهد بود. باید انشاءالله این انتخابات انتخاباتی باشد که لفاظی‌های ضعیف و بی‌اعتبار نتواند غلبه کند بر برنامه محوری و پاسخ‌های معتبر به مسائل واقعی مردم. کشور رو با نمایش نمیتوان اداره کرد. نمایش با اداره واقعی کشور متفاوت است. این امر بسیار مهم است. 8 سال گذشته این تجربه رو به خوبی نشان داد. برخی از نمایش ها نشان داد که اگر ریشه در واقعیت نداشته باشد، مشکلی رو از مسائل مردم حل نمی کند. در فضای انتخابات نباید اجازه داد کسانی با برخی حرف‌های ضعیف و سست، با برخی موضوعات و تمایلات مقطعی مصالح واقعی مردم رو بپوشانند. کشور ما در 8 سال گذشته یک تجربه تلخ داشت با اون اینکه یک راه حل‌های تک بعدی ارائه می‌شد و کشور رو معطل یک راه حل می‌کردند. نمی‌توان کشور رو از مردم رأی گرفت، بعد از 4 سال و 8 سال بعد با بهانه ها و یا دلایل موهوم و غیر قابل پذیرش از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. من امیدوارم انتخاباتی که در پیش رو داریم یک تحول مثبت در فرهنگ سیاسی کشور باشد. سال 92 در همین جا وقتی که من ثبت نام کردم، ما راه حل هایی رو ارائه دادیم. کسانی راه حل دیگری رو داشتن. مردم انتخاب کردن. سال 96 مجدد. ما یه 8 سالی رو پشت سر گذاشتیم. امیدواریم اون تجربه تلخ تکرار نشود. ناکامی هایی که بوده است تکرار نشود. اون راه حل های غلطی که ارائه شده است و مردم امروز به خوبی آثار و نتایج اون رو در زندگی خودشون میبینن، اونها تکرار نشود. ما همونطور که عرض کردم در 8 سال تحت عنوان دولت سایه، سایه به سایه تحولات کشور رو دنبال کردیم. برای موضوعات مختلف و اولویت‌های اصلی کشور راه حل‌هایی رو و پاسخ‌هایی رو که از نظر ما معتبر و قابل دفاع است پیدا کردیم. امروز این رو حتما به مردم عزیزمون ارائه خواهیم داد. کشور بنگاه نیست که سرمایه های اون رو به حراج گذاشت. هر روز یک سرمایه اون رو هزینه کرد. بلکه باید سرمایه های اون رو روی اون برنامه داشت و ارتقا داد. خیلی متشکر از همه شما.